درود دوستان عزیز امروز 29 اکتبر سال 2019 است و به نام روز کوروش بزرگ نامگذاری شده این نام و تاریخ برای ایران یک ثبت جهانی است و به همین خاطر به همه ایرانیان در همه جای دنیا اینو تبریک میگم بریم سراغ درس که همش هم مربوط به همین مسائل تاریخی و کورش و در واقع فتوحات و افتخاراتش است جمله اول کوروش شاه شاهان آسوده بخواب ما بیداری کوروش کونیگ د کونیگ شلاف رویش ویرزیند وخ کوروش شاه شاهان آسوده بخواب ما بیداری کونیگ د کونیگ شاه شاهان شلاف قوی آرام بخواب sind wach ما بی داریم. heute 29 اکتبر است کیوس der große Tag امروز 29 اکتبر هست کیوس ببینید توی زبان آلمانی کوروش رو به نام کیوس میشناسد که یک اسمی است که اون باستان شناس قدیمی گذاشتن روش ولی ما میدونیم اسم صحیح کوروش هست کیروس د گروس این کوروش بزرگ که حالا خیلی میگن کوروش کبیر من کبیر رو بزرگ نوشتم چون فارسی تر هست کیروس د گروس تا کیروس ویتت دی, دی گرنزن سینس لندس دویتلیش آس کوروش ویتت آز توسعه داده گسترش داده پهناور کرده چی رو دی مرزهای زینس لندس سرزمینش گنتیف هست دی گرنسن مرزهای زینس لندس سرزمینش دویتلیش من اینجا بهترین معنا رو بارز براش دونستم کورش مرزهای سرزمینش را به طور بارز گسترش داد اون فتوحات زیادی داشت و کشور رو بزرگ کرد در اون زمان دستلند که منظور ایران هست غیشت اونت زینن نخفالگم این جمله سخته ولی خب شیرینه سرزمین ایران غیشت حکومت می شده اونت تحت زینن نخفالگم تحت منظور تحت حکومت زین نخفالگم یعنی جانشینانش نخ که میدونی یعنی بعد فولگن یعنی دنبال کننده ها کسایی که بعدش دنبالش میکنن جانشینان میشه دیگه فون ایندین از ایندین هند اوب ایران بر فراز ایران بابلون که الان به همون به بغداد هست در واقع سرزمین عراق کنونی و کلین آزین و آسیای کوچک اون موقع به اون کشورهای حوزه خلیج فارس و نمیدونم اینا همه به اون حالا مثلا به ناه اوست یا همون چی بهش الان میگن به اون منطقه ها میگفتن کلین آزین بیس اگیپت تا اگیپت که اگیپت در واقع توی قاره آفریقا هست آفریقای شمالی محسوب میشه شرقی ترین کشور آسیای آفریقای شمالی هست پس دستلند سرزمین غیشت حکومت می کرد اونت تحت زین نخ فولگن جانشینانش فون ایندین اوب ایران از هندوستان بر فراز ایران عراق و آسیای صغیر تا مصر دامالز اون موقع ها در اون زمان هبن دی انسان ها من اینجا نوشتم مردمان میت کایل شریفت با کایل شریفت خط میخی ما میشناسیمش گشریب می نوشتند یه توضیح بدم کایل یعنی گوه یه چیزی که مثل مستطیل به دو قسمت که تقسیمش کنی یه گوه رو تشکیل میده درسته گایل شریفت شریفت یعنی نوشته ما نمیگیم ناگل شریفت متر ناگل شریفت نیست ناگل میشه میخ یا ناخون ناگل شریفت قلطه کایل شریفت بهش میگن بخاطر که شکل کایل هم هست حالا شکل نا... اه... میخ هم هست ولی حالا توی آلمانی بهش میگن کیل شریفت داماز هم دیمنچن میت کایل شریفت گشریبن راستی خبر خوب این جملات رو من میذارم جایی که شما بتونید استفاده کنید اگر خواستید ارسال کنید استوری کنید توی اینستاگرام یا هر چی آخر ویدیو بهتون میگم کجا پیداشون میکنید کوروش ویرد فون اونس از ایدیال کونیش لگن لگندن هفت کوروش حالا من کوروش رو هر جایی یه جور نوشتم چون چیزهای مختلف نوشته میشه کوروش ویرد میشود فون اونس توسط ما از ما الس به عنوان ایدیال کونیش یک پادشاه ایدئال یا عالی و لگ لگندن هفت لگند یعنی افسانه لگندن هفت افسانه ای یعنی شناخته شدن کلرن مشخص کردن فکلرن شناخته شدن کوروش توسط ما به عنوان یک پادشاه عالی افسانه ای شناخته می شود In Bible, ist er als religios, در کتاب مقدس یهودیان که به نام بیبل یا بایبل به انگلیسی بهش میگن بیبل توی آلمانی بهش میگن بیبل در کتاب مقدس هست او er, به عنوان ریلی... یعنی مذهبی طولغنت. طولغنت، یعنی بردبار صبور شکیبا یعنی همین این که هر کسی به آین خودش هست احترام میگذاشته چون اون موقع این چیز خیلی عادی نبوده پادشاه هرچی میگفت با همه همون میشدن ولی این میگفته اگر هرچی هستی همون باش من کاری باهات ندارم جرم نیست اگر مذهب دیگه داشته باشی خاطر همین حتی توی بایبل یا بیبل ایس از ریلیگیوز طولقنته هرشا به عنوان یک حاکمی که ریلیگیوز تولرانت هست بکند الان مثلا آلمان ریلیگیوز تولغانته نمیدونم ایران ریلیگیوز تولغانته هر کسی با هر دینی میتونه توش زندگی کنه الان مثلا بعضی کشورها هستن الان مثلا اسم میارم که قضیه سیاسی نکنیم ولی الان تو سال 2019 بعضی کشورها هستن که میگن همین دینی که ما میگیم تو اجازه نداری مثلا دین دیگه ای داشته باشیم. ایم آگوست دس یارس 530 فور کریستوس ببینید این فاو CHR که میگن یعنی فور کریستوس اگر بگن ان یعنی نخ کریستوس ایم آگوست دس 530 فور کریستوس یعنی در آگوست 530 قبل از میلاد میشه حدود 2500 سال پیش کام کیروس اومس لیبن موقعی که میخوان بگه آدم بسیار متشخص بگن خیلی برامون وچه تاریخی و شخصیتی مهمی داره نمیگن ایس گشتاب مرد میگن چشم از جهان بربست چشم بر جهان بست ایم آگوست دس یارس 530 فور کریستوس فو کام کیروس اومس Leben. یعنی چشم از جهان بست از دنیا رفت ار هات این گرابمال ایم پاساگات ایران او یک قبر یعنی قبر مال اینجا پشتش اومده یعنی مقبره قبر مال مقبره این پساگاد ایران در غشت اکی باو مقبره چهار گوش غشت اکیش چهار گوش یا قبر مال یا قبر باو بفیندت زیش این اینم گروسن گارتن یافت می شود یا قرار گرفته در بفند، زیش بفیندن یعنی قرار گرفتن این یک اینم گوزن گارتن در یک حیات کوچک واقع شده مزن خوام بزرگ واقع شده ار بشتد از مسیون شتاد کوادان اون یا ار منظور این که غابنه هست ار گفته بشتد ساخته شده از از مسیون یعنی حجیم بزرگ شتاین کوادان سنگ های مکعبی شکل اونت و حد و دارد بر رویش عینه یک گرب کاما کاما که میگن توی آلمانی هم خیلی جاها کاما میگن آشیتکتو کاما میشه مثلا اتحادیه معمارا یا نمیدونم سازمان مهندسیشون یا همچین چیزی گرب کاما یک محفظه قبر میت با انگم انگنگ با یک ورودی تنگ نمیدونم شاید اونجا شما رفتین این پنج تا اشکوب داره ما توی فارسی بهش میگیم چند پنج تا طبقه زیگوراتی داره که در طبقه آخر که اون شکل گمبدی اون بالا رو داره زتل دخ بهش میگن اون سخف شیب دارو داره که اینا همش هر کدومش ریز به ریز دلیل و چیزهای مذهبی اون موقع رو داره یک دهانه تقریبا 40 سانت در 65 سانت 70 سانتی تقریبا داره در واقع آدم میتونه خیلی سخت توش بره میگه به اون اشاره داره محفظه قبل یک بروختی تنگ داره جمله آخر این ایا در اون ورودی منظورش هست در اون سوراخه در اون غب کما بفند پیدا میشد وجود داشت الان تصفیحان دزدیدن دیدن به فن زیش این تش یک میز میت گلیزن با جام ها این گلد زرگ اوفنگ زرگ یعنی تابوت گلد طلایی زرگ اوفنگ خیلی قدیمی هست که توی فیلم های مصری دیدین دقیقا مثل تابوته ولی روش شمایل صورت و بدن و فرم و اینجور چیزها داره به اونا هم سنسون کمی فرق داره بهش میگن زرگ, زرگ اوفنگ این دیم که درونش اینس در لیشنم یک لاشه اون کوروش جسد کوروش بشتتت وادن بشتتت معنی همون مومیایی شدن bestattet worden war ke مومیایی شده بود عین بغه بغه میشه همون بلانکارد در واقع دوورش چوب هست وسطش پارچه هست که میدونید اون رو هم باید به یک چیزای خاصی آغشته کنن چون جنازه به هیچ عنوان به چیز ای نباید بر بخوره چیز دیگه از بهش بخوره شروع میکنه فاسد شدن راز مومیایی تو اینه که اون جسد تو همون موادی در واقع نگهداری میشه که هیچ وقت فاسد نمیشه در واقع انگار تو یخچاله اوکی پس به خاطر همین باید روی یک باغ باشه خاطر همین دوست داشتم اطلاعات عمومی هم بهتون بدم چون من تاریخ و این چیزهای معماری رو خوندم زووی پرش دیگه کلایدا یعنی باشکوه مجلل لباسهای مجلل اون شموکشتوک و زیورالات زمان خودش میگه تو اون سوراخ اینا بود که حالا دستفانه حضرات فرمون شو بردن دوزیدنش حالا اگر میخواین این کلمات رو داشته باشین میتونین یا توی اپ یادگیری توی بخش اخبار ایرانی ها پیداش کنین که من توی صورت متن گذاشتم اونجا اینا رو چه فارسی چه آلمانیش و یا اینکه بیان توی کانال تلگرام من یادگیری de و اونجا میتونید اینا رو داشته باشید که میتونید میگم با کمال میل کپی پیست هر کاری دوست داریم باهاش بکنین و میتونین استوری های اینستاگرامتون کنین منو من تگ کنین توش ما افتخار میخوام اینم چند نفر این کار میکنن خوشحال میشم اوکی ببینیم چی میشه دوستار شما یادگیری خداحافظ